تقریبا اتفاقی که برای نون ما داریم تقریبا 4 لقمه و طبیعتا این دو رو نوشته نوشته امثالی تا این باب هم یه همچین قاعده ای رو نفایت میکنیم این فاصله هم 11 لقمه در مورد اینو که این از برسندن چون که هم از نظر دین همراه سین دیده میشه مفروض کتاعتر بنویسه پیشده سین رو در اینجور موارد بهتر خلق کرده یه استعداد خلق کرده که انسان با اون استعداد میتونه چیزایی یاد بگیره منتها یه چیزی رو بعد چیزایی دیگه غلبه داده که ما اون رو استعداد توجه برمه یعنی بنده با همون استعداد ممکن بدم سازم یاد بگیرم برم نزم علمم یاد بگیرم فلانم یاد بگیرم ولی استعداد سازم مافوق بر اونها باشه توجه برمه اون زودتر یاد بگیرم توجه برمه اینه ما بگیم استعداد. البته ایسا در اثر 50 سال رفتن یه کار کردن به قول یارو پروی سازن یک یارو یه دلیل میزنه 50 سال که بره یه دلیل ولی نمیشه گفت که به طور کلی این مستعد بوده در این کار شخص مستعد باید این کار 50 ساله اونه در ظرف 5-6 تا 8 سال خیلی خوب انجام بده توجه من پس این کیفیت خدادادی یعنی یه موهبتی از طرف خدا در وجود اشخاص که یه چیزیشون بس چیزی دیگه‌شون غلبه داره Thank you.
کرد کردم جنابعالی خیلی خوب مرقوم فرمودید. منتها حالا سلیقه من در یکی دو سه کلمه توریست که الان هم می‌نویسم و خدمت شما عرض میکنم. یکی این فاصله کمی بلنده، همطور که اینجا براتون نوشتم، به نظر بنده اگه کوتاه‌تر مرقوم بفرمانید به شیوه نزدیک‌تر. در یکی این کلمه ترکیبش خوبه، چیزی که از نظر تناسب قلم یک کمی بزرگ شده یا کوچکتر رعایت بفرمایید بهتر از این خواهد. خط نستعلیق یک اصل داره و یک روح داره. اون اصلش فیزیک و فرماسیون خط هست. این فرماسیون به وسیله افراد تقلید میشه و در ذهن هر کسی خودش رو منعکس در خطش میبینه. شما که خط آقای فلان رو میبینید میگید این خط ایشون. انعکاس شخصیت هنری و معنوی و فیزیکیش رو در خطش میبینید. ولی از اونجایی که میرزای کلهف شیوه خاصی از نظر فیزیک و منطبق با شرایط زمانی و مکانی ایجاد کرد، این هستش که ما با تقلید این روش با رعایت اصولی که ایشون معین کرد در طرز سطح‌بندی که قبلا این مسئله مطرح نبود، ما در آثار گذشته میبینیم که سطح‌بندی نداره، کتابت و خوشنویسی و حتی کتیبه اونطور که باید روی اصول صحیح منظم نبوده و میرزای کلهف این بنا رو گذاشت که نظم بده، یعنی زمان خواست ازش. الان شیوه خط در کماله. حالا نویسنده اگر او رو به مقام استادی رسون دیگه چیزی نیست که تغییر پیدا بکنه. همین شیوه شیوه کاملیست که بعد هم دیگه همین شیوه هست، چیزی نیست که تغییر پیدا بکنه. از کنون تحولی که بودید آمد این خط مرحوم زرین خط بود که ایشون یک وضعی می نوشتن غیر از آقایون نمی پسندیدن خط او را تا که هستید. فقط اون تحول دیگری بنده به نظرم نمی آمد. خط مرحوم مادالکوتا تقریبا کمال خودش را طی کرده، یعنی ابتدا آقای میرزای کلهف و بعدم ایشون که همون خط کلهف رو تقریبا به شیوه شیرین‌تری در آورده. پس وقت خط کمال خودش رو طی کرد دیگه کمال تری دیگه نداره، اینکه که هر چی بیاد باید دنبال اون بره، باید دنبال خط مادالکوتا. بالا یکی چی قوی‌تر یه خود می‌نویسه، یکی خود ضعیف‌تر می‌نویسه. این رو به طور کامل پیش‌بینی نمیشه کرد، به جهت اینکه یه وقت ممکنه یه نابغه‌ای پیدا بشه، یه شخص فوق‌العاده‌ای، یه هنرمند فوق‌العاده‌ای پیدا بشه و من نمیخوام بگم که خط دگرگون باید بشه تا لزوماً یک چیز و به اصطلاح یک کتاب جدیدی باز بشه در این رشته هنری، ولی همون تغییر کوچک که به نظر ممکنه ناچیز باشه ممکنه به دست یک نابغه‌ای در یک زمانی یه دگرگونی ایجاد بکنه در خط. آتش عشق اینو بنویسی، آتش عشق پس از مرگ نگردد خاموش، این چراغی است که از این خانه بدون خانه برم الفتون. اما این که عقیده این باشه که فقط منحصر به کلهف و مادالکوتا بوده که هیچ کس دیگه به این خوبی نداشته، این حرف درسته، برای که خطوط قدما رو که ما میبینیم که بعضی صفحاتی پیدا شده که در این خطوط که بالادست ایناست از نظر صافی و از نظر شیرینی. البته اینها از نظر تعلیم مرحوم کلهف راه تعلیمی رو پیدا کرد که به حد کمال رسید، مسئله تعلیم که گفت 40 سال عمرم به خط شد تلف سر زلف خط نامد آسان بکف، او 40 سال رو آورد به 4 سال. هنرجویان جوانی که ما داریم و با علاقه آمدن تو دنبال میکنند این هنر رو، از بینشون شاید کسانی پیدا بشن که بتونن صاحب مکتب باشن و صاحب سبکی باشن که همونطوری که در حدود مثلا 100 سال پیش استاد میرزای کلهف پیدا شد و سبک ایجاد کرد که یک تحول به وجود آورد در خط سنتی، جوانای ما در آینده بتونن یک چنین تحولی ایجاد بکنن که دوباره خط سنتی ما با نیروی تازه‌تری بتونه به راه خودش ادامه بده.
کلمه باز این فاصله باید رعایت می شد و طبیعتا هر دو تا دایره با هم متوازن باشه. تقریبی البته بیشتر نشه.